اینی که تا امروز به عهدشان وفا کردند و بی سلاح بیشتر و بیشتر با این رژیم اهریمنی چنگ در چنگ شدند و جنگیدند. آری اشرف ایستاد و جهانی به ایستادگی برخاست. روز 22 اسفند نیروهای عراقی با محاصره یک ساختمان اشرف که بیشتر ساکنان آن زنان مجاهد خلق بودند، از ورود هر گونه کالا و حتی سوخت به اشرف جلوگیری کردند و گفتند این اقدامات بر اساس دستورات موفق ربیعی مشاور امنیتی دولت عراق است. این اولین گام عملی در جهت اجرای فرامین ولی فقیه ارتجاع علیه اشرف بود. رئیس جمهور برگزیده مقاومت بلافاصله در نامه‌ای به رئیس جمهور آمریکا که روز 24 اسفند منتشر شد، تشدید فشار علیه اشرف را حاصل دستورات غیرقانونی مشاور امنیت ملی دولت عراق که درخواست‌های جنایتکارانه خامنه‌ای و رفسنجانی را برآورد می‌کند دانست و نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی در اشرف هشدار داد. روز 25 اسفند کمیته بین‌المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف که 8500 وکیل و حقوقدان بین‌المللی را نمایندگی می‌کند و کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت که 2000 پارلمانتر را در آمریکا و اروپا در بر می‌گیرد، طی نامه‌ای به رئیس جمهور آمریکا و فرمانده نیروی چند ملیتی در عراق شدیدترین اعتراض خود را نسبت به دستورات مشاور امنیتی دولت عراق اعلام کردند و آن را نقض آشکار تضمین‌های دولت عراق دانستند. انتشار این نامه‌ها سرآغاز موج عظیمی از اعتراضات از سوی جبهه بزرگ حامیان مقاومت ایران بود. این موج با فریادهای ایرانیان آزاده در مقابل سفارت‌های عراق در پایتخت‌های مختلف جهان اوج گرفت و بدین ترتیب کارزار بهار بزرگ آغاز شد. کارزاری که تا امروز هر روز بیش از پیش شعله کشیده و جهان را به ایستادگی در برابر فاشیسم مذهبی و عواملش برانگیخته است.